آینده ایران حسین جلالی کیا یادشونه حسین جلالی قیافش رو ببینید ببینید یادتون میاد یا نه تو این چند وقت یکی دوتا برنامه ساختیم شاخشونه میکشید میگفت آی ما سر هجاب کوتا نمیاییم ما میزنیم پدر در میاریم بچه های مردم میگیریم نماینده رفزنجان حسین جلالی این گوشه ذهن داشته باشید که تا همین الان بهش میرسیم آمران به معروف هم که میبینید اینا مفتادن به جون هم نظام و مردم و بقیه که آقا وای حسین قده شد نمیگن مردم بی هجاب اینا میگن وای حسین قده شد حالا واقعا الان تو سالگرده از چند روز دیگه وارد براسی وای حسین قده شد میدیم داستان چیست جنگ کفدارها جنگ کفدارها وارد مراحل جالبی داده میشه ببینید جنگ کفدارها بین اصولگرا و جریان مذهبی قهوه‌ای با مذهبی صورتی اصلاح طلب خب از دوران آقای خاتمی شروع شد جریان تیف آقای خاتمی مذهبی صورتیان مذهبیون قهوه با اینا از دوران خاتمی و انتخابات 76 درگیر شدن دیگه درگیر شدن و ادامه دار بوده قشنگی داستان اینجاست قهوه ای با قهوه ای درگیر شده آقای جلالی عشق من عزیزم خیلی باحالی آیه حسین جلالی این آیه حسین جلالی جز سردست های مذهبیون قهوهیه <تصفح> حمله میکنه الان به مذهبیون ای دیگه آمر و به آمر, مم... آمر به معروف های قهوهی میگه که آقا شما نفوذی دشمنید <تصفح> چقدر شور شده جنگ کفتارا افتادن به جون همدیگه هیچ کدوم نمیتونن حریف بی بشن اصلا وقتی شما حریف یک جریان کلی نمیشی بعدم دیگه بیکار میشی سر همدیگه رو میزنی دیگه آرایشگرا وقتی بیکار میشن سر همدیگه رو میتراشن این مال همسا چیز نداره تعارفم هم نداره و چند وقت پیش با این بچه بعضی می نفتیم. چند جلسه ما شرکت کردیم در توییتر دیگه دوستان بیکار شده بودن داشتن سر همدیگه رو میزدن که ما گفتم آقا جمعش کنید خجالت بکشید خال زنگی رو این مال کلا ما ایرانی ها اینجوریم حالا الان رسیدیم به این قضیه جریان مذهبیون قهوه ای حالا دارن سر همدیگه رو میزنن بریم ببینیم آقای جلالی چی میگه خیلی باحال آقا عزیزان 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 عامر به معروف خواهش این برنامه رو با دقت نگاه کنن هی hey, در, hey, در محمد ببین هیدر hey, محمد ببین در اسمت یادم هی هیدر hey, محمد صدوقی در خیامون دست قیب نهم مشهد یه بار این برنامه رو با دقت نگاه کن ایزان آقای فراهانی در تهران جزو گروه های به معروف یا امیر حسین حاجی نصیری چلاق دقت کن حسین جلالی مثل خودتون جزو اون چیز جز نیست مذهبی های صورتی نیست ایشون هم جز مذهبی های قهوه‌ای مثل خودتونه دقت کن بهتون چی میگه قطعاً بدونید که ما بخیم قطعا بدونید که ما قطعا بدونید که ما بخیم خواسته های همه مردم رو و همه درد رو عرض کنم برآورده کنیم عملی نیست برای اینکه قانون بد بهتر از بی قانونیه قانون بعد بهتر از بی قانونیه اینکه ما الان قانون بد داریم ولی خب این بهتر از بی قانونیه یعنی هرج و مرج در قانون در هر مرج در بی قانونی اصلا قابل پذیرش برای هیچ کشوری نیست. بنابراین ما معتقدیم که قانون باید تصویب بشه و ممکن نقص و هایی داشته باشه. اشتباهی که روخ داد فضا که اینجوری دارن صحبت می‌کنن یادتونه قبلا همین همین همی جلالی اینجوری ما فلان می‌کنیم جلو بیا جواب رو می‌گیریم الان اون قالیباف رو دیدی دوستا ما فلان می‌کنیم با... باقا... اما ببین با قانون یه جوری باشه حالا اول شیخه می‌کشن شیخ حیان اول شیخه می‌کشن بعد شیخه آروم میشه وقتی تو استیسا ببینید ما یک روز هم اگر این قانون افاف و اجاب اگه چیز باشه ما عقب بندازیم من پاسخگوی شهدا و امام شهدا قیامتم اما اصلا تا یه قانونی نوشته بشه بشه اجرا کرد اینجا یعنی استی سال حالا اینم هم همینطوریه ببینید به قانون بعد بهتر از بی قانونیه ولی حالا بعد یه کاری کنیم دیگه یه خورده ببین قشنگ به غلط کردن افتادن غلط کردن رو تو چهره نگاه کن این چهره غلط کردنم یعنی من دیگه شکر زیادی خوردم نمیدونم چه غلطی باید بکنم حالا البته آمران بعد بهش حمله کردن ها بعد از صحبتش بهتون نشون میدم این الان چهره غلط کرد این همون چهره ای که دو ما پیش میگفت ما فلا میکاریم ما خون شهدا و خفشه بشین پایین بابا خون شهدا سک شاشی تو اون خون شهدا که دنبال حجاب اجباریه بشیم پایین جامعه رو گفتم رد داره سیل میاد جلوش وای نسید قرق میشید تازه هنوزم نفهمیدید شما چون, چون بی از این حرفایید تو که هیچی الله تام حریف این مردم نمیشه محمد و تمام جنایتکاراش مثل علی و زبیرم کنارش قرار بگیرن با عمر و ابوبکر حریف این مردم نمیشن شما میگید حریف بشید این سری دیگه تموم شده ملت کارت رسیده به استخونش نگاه کن اس نگاه کن یک گوه خوردن چیز یک گوه خوردن خاصی تو صورتش من دارم میبینم هرج و مرج در بی قانونی اصلا قابل پذیرش برای هیچ کشوری نیست بنابراین ما معتقدیم که قانون باید تصویب بشه و ممکنه نقص و ضعف داشته باشه اشتباهی که رخ داد اینه که حدس من اینه از مخالفین حجاب لباس طرفداری از حجاب پوشیدن <applause> شما آبرام معروف میگه مخالفین هجابی هستید مثل امیدانا که لباس طرفداری از حجاب پوشیدید من شما ایزان آمر و معروف حیدر صدوقی رو با آقای فرهانی و با خانم بهاره جنگروی و با بقیه شما هرزوها و به آمرام مرز و آقای جلالی تنها میذارم در نامه بعدش و آمدن تو فضای مجازی که نه این لایه تصویب نشه این لایه ضعیفه این بازارنده نیست این برگرده خب یعنی که هر لایه برو برگرده شیش ماه طول میکشه اینا دنبال بودن که این لایه رو نذارن تو این مجلس برسه به تمام تلاشون این بود که آقای امیر حسین حاجی صادقی حاجی صادقی آقای امیر حسین حاجی نصیری حاجی صادقی که اون یکیه حاجی نسیری عزیزم که رو ویلچر میری هر شب دختر رو میشی با شماست شما رو میگه عامل نفوذی هستید ما در این حوزه قانون نداشته باشیم بنابراین این که ما در اینجا قانون ایجاد میکنیم یه پیروزی بزرگی است فهمیدی اینا دارن یه قانون تصویب میکنن در قانون افاف و حجاب که در اون داره قضیه هجاب و کل مواضع جمهوری اسلامی رو کوتاه میاد میگه پیروزی بزرگ است بله در این شرایط براتون پیروز ولی تصویب کنی کی قرار رو اجرا کنه <تصفیح> نه اینکه تا الان تو این 44 سال علیه زنان بی جاب قانون نداشتید که الان باز نیاز دارید قانون تصویب کنید بکنید و این پیروزی بزرگ هم بهتون تبریک میگم <تصفیح> اما بریم ببینیم آمران بهشون فشار اومده حمله میکنن به این آدم به آی حسین جلالی میگه اثر قفلت مؤمنین کانال هجاب قوم بهش حمله میکنه میگه حسین جلالی نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار جنس اول علارق اشاره به نقص لایه حجاب مدعیش و قانون بعد بهتر از بیقانونی است عضو کمیسیون فرهنگ مجلس یازدهم در خصوص مخالفین لایه گفت من هر میزنم در این موضوع مخالفان هجاب در لباس طرفداران هجاب وارد شدن و خواستن با ادعایی در فضای مجازی همچون این لایه بازدارنده نیست و غیره نگذارن به مجلس برسد ایشان همین که مجلس بتونه در این موضوع به قانون برسد رو یک فیروزی بزرگ دانستم ببین من فقط بهت نمیخندم ها الان اون یکی لبه قیچی ما هم داره بهت میخنده جریان تند مذهبیون قهوه‌ای بعد میگه پی نوش وقتی از مسئولین مطالبه نمیکنیم خوبهاشون هم چنین اظهاراتی میکنن نگاه کن چون این دیگه جز خودشونه دیگه حسین جلالی دیگه مثلا مذهبی صورتی نیست که اینم مثلا خوبها از نظر اینا کسانی هن که قهوه میگه خوب هاشون هم این چنین ازارات یعنی عقب نشینی کرده ببین خیلی اتفاق جالبیه و این نشان دهنده استیصال در بدنه هواداران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی هم هواداران جمهوری اسلامی هم مسئولان جمهوری اسلامی. در باب این چه کنم چه کنم و اینا احمقن چون قضیه رو فعلا درگیر هجابن و نمیدونن که موجهای جدیتر از بحث هجاب حالا داره شکل میگه البته من اعتقاد دارم تمام جبهه رو ما باید در این بحث هجاب در این مرحله حفظ کنیم و در این مرحله استخونهای اینها بیشتر از اینها صداش در بیاد و بشکنه اما موجهای جدیتری تری داره رخ میده و این موجها به زودی زود ایران رو وارد یک ورته گسترده اعتراضات سهمگین میبره و خدا به این حکومت برسه خدا به مردم برسه خدا به ایرانمون برسه یعنی همه در این قضایی ها چون این بازی که جمهوری اسلامی شروع کرده متاسمانی تش باخت باخته اما جمهوری اسلامی بازی رو شروع کرده دست ما هم نیست تمامش کنیم حالا که میخواد یک فضای بدی رو ببره جلو بعد در این باخت باخت اسلام باختش از همه سنگین تر باشه و ما این باخت رو تضمین میکنیم برای اسلام قول شرف بهتون میدم ما دست از سرتون ور نمیدانیم قول شرف میدم به ایرانم قسم حالا که برای ایران هزینه گذاشتید اسلامتون رو در ایران در همین مقطع تاریخی به یاری خدا تمومش میکنیم ما اراده کردیم این کارو کنیم وقتی که اراده کردیم کارتون تمومه فضای جامعه هم میتلبه. تنور تنورم داغه نونم دست ماست فقط مونده که شاتر باشی باشیم و نونو بچست بودیم و ما چست بودیم آینده ایران و عیزان عامر به معروف با آقای حسین جلالی تنهاتون تون میذارم به شما آمران به معروف گفت نفوزی های تقریبا مثل امید دانان نفوزی های زده هجاب که اومدید در پوشش هجاب اختلال ایجاد کنید عاشقتونم بهدرود